امروز با این بررسی متفاوت اومدیم. اسپیکر بلوتوثی زلوت اینجاست. بریم یه نگاه دقیق بهش داشته باشیم و ببینیم کیفیتش چجوریه. اول از همه بریم سراغ ظاهرش و طراحی. جنس بدنه اسپیکر زلوت S39 از پلاستیک ABSه که خب همین جنس باعث شده که تا حدودی مقاومت نسبی در برابر آب و گرد و غبار داشته باشه. وزنش 2 کیلوه که خب به نظرم یکم سنگینه، ولی خب با گیره هایی که بالاش گذاشته و بندی که داخل جعبش قرار گرفته میتونید اونو مثل کوله یا کیف هم کنید. اگر هم بخواید میتونید از جایی آویزون کنید. زیر اسپیکر دوتا پایه قرار گرفته که میتونی راحت بزنی روی یه سطح صاف بدون اینکه بیفته یا لیز بخوره. قسمت بالای بدنه دکمه روشن و خاموش کردن، زیاد و کم کردن ولوم، توقف و پخش موزیک و دکمه تغییر مود قرار گرفته. با زدن دکمه تغییر مود میتونی اسپیکر رو روی حالت موزیک یا حالت رادیو قرار بدی. اگر هم فلش یا کارت حافظه ای بهش وصل کرده باشید، با زدن این دکمه فقط فایل های روی فلش یا کارت حافظه تون میتونید. یه سرنوع داخلی هم برش در نظر گرفته شده که برای زیبایی اسپیکر و اینکه توی شب بتونید راحت دکمه ها رو ببینید. تو قسمت پایینیش هم میزان درصد باتری رو نشون میده. اسپیکر رو که بچرخونین پشتش یه درپوش سیلیکونیه که با درآوردنش میتونین پورتای اسپیکر رو ببینید. به نظرم خیلی ایده جالبیه چون هم از کثیف شدن پورت‌ها جلوگیری میکنه، هم اگه ناخواسته مایه ای چیزی روش بریزه به پورت‌هاتون آسیب وارد نمیشه. یه پورت میکرو USB، پورت USB تایپ A، درگاه جک 3 میلی‌متری با درگاه حافظه میکرو USB قرار گرفته که با استفاده از اون پورت میکرو USB هم میتونید اسپیکر رو شارژ کنید، هم ازش به عنوان پاور بانک استفاده کنید و گوشیتون رو شارژ کنید. برای وصل شدن به اسپیکر چند تا راه دارید. یکیش بلوتوث 5 که بردش 10 متره، یکیش جک 3 میلی‌متری و یکی هم کارت حافظه یا استفاده از فلش. داخل این اسپیکر دو تا اسپیکر 5 واتی، یه سابوفر 18 واتی قرار گرفته که صدای بم تولید میکنه. کیفیت صداش نسبتاً خوبه ولی خب بیس قوی و خوبی نداره. داخل S39 یه میکروفون قرار گرفته که میتونین باهاش مکالمه داشته باشین. یعنی اگه وسط پخش موزیک باشی لازم نیست که اونو قطع کنین. میتونین تماستون رو جواب بدین و یه کیفیت مکالمه خوبی داشته باشین. توان خروجی اسپیکر زلوت 28 وات و محدوده پاسخ فرکانسش 20 تا 20,000 هرتز. باتری به کار رفته براش از نوع لیتیوم پلیمری و قابل تعویض نیست. ظرفیتش هم 3600 میلی‌آمپره که خب به نظر ما با این کارایی که داره بهتر بود یکم توان بیشتری براش در نظر گرفته باشه. ولی در کل خوب و جوابگوی نیازاتون هست. قابلیت TWS که برای این اسپیکر در نظر گرفته شده به شما این امکان رو میده که دوتا اسپیکر رو به صورت همزمان بهش وصل کنید و ازشون استفاده کنید. در کل اگر دنبال یه اسپیکر خوب برای مهمونی ها دور همیاتون هستید که صدای خیلی بلندی داشته باشه، زلوت S39 میتونه انتخاب مناسبی باشه و با توجه به قیمتی که داره کارایی خیلی خوبی هم داره. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید.